به نام خدای ایران و به نام ملت بزرگوار ایران و با درود به یکایک هممیهنان عزمند، برنامه در پهنه بیکران زبان پارسی رو از تلویزیون پارس می آغازم. شنوندگان عزمند، این نخستین برنامه زبان فارسی پس از نوروز و نخستین برنامه سال 1394 زبان پارسی است. دوست عزیزم آقای مهدی زکایی نوشا رو ازش خواهش کردم که با همه گرفتاری هایی که دارن و نمیتونن بیش از 7-8 دقیقه در استودیو باشن، خواهش کردم که بیان و یکی دو تا از شعرهای تازه شون رو بخونن. ولی پیش از اون، چون گفتن که شما برنامه رو همونطور که هست اجرا کنید، باز هم از شعرهای خود آقای نوشا من یک چامه‌ای رو که استقبالی کرده از غزل حافظ براتون میخونم. حافظ میگه: ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت، ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت، با درد صبر کن که دوا میفرستمت. از جان و دل درود و ثنا میفرستمت، میگویم از سلام و دعا میفرستمت. ای خاک مهر پرورم، ای مرز پرگوهر، مشک و عبیر ناف گشا میفرستمت. پیغام دل که مژده مهر و محبت است، با پیک راهوار سبا میفرستمت. چون عاشقان که بوسه به مهتاب میزنند، گلبوسه ها به بام و هوا میفرستمت. چندان به دیر باد که آزاد، چندان ندیر باد که آزاد میشوی، این مژده را ز صدق و صفا میفرستمت. نوشا نوشا، صبور باش که آن یار گفته است، با درد صبر کن که دعا میفرستم، که دوا میفرستم. مهدی جان خوش آمدی، وقت تو زیاد نمیگیرم، امیدوارم تندرست باشی و دو تا از بهترین چامه هاتو، یعنی همه چامه هات خوبه، ولی دو تاشو که فکر میکنی بهتر از همه است، هم اکنون بی صبرانه منتظر شنیدن اون هستی. درود بر شما، درود بر بینندگان پرمهر برنامه در پهنه بیکران فارسی. من قرار بیشتر از این باشم اینجا، اما غزلی رو که میخونم، این غزل چند روز قبل از عیده، یعنی 22 اسفند. اسم این غزل هست بهار کبود. در انتظار بهاری تا چه پیش آید، در انتظار بهاریم تا چه پیش آید، خبر ز باغ نداریم تا چه پیش آید. ز زمهریر زمستان کلاف عمر به دوش، کمند صاعقه داریم تا چه پیش آید. ستم کشیده بیگانه ایم میدانیم، غضب شنیده یاریم تا چه پیش آید. به زیر تیغ دمی دم نمی زنیم زبیم، که تیر خورد شکاریم تا چه پیش آید. از آن چه می گذرد لال لال می گذریم، خموش آینه واریم تا چه پیش آید. چه ها نکرد به ما اون تگرگ بهمن ما، چه ها نکرد به ما اون تگرگ بهمن ماه، نهال ریخت باریم تا چه پیش آید. همیشه خنجر و خنجر همیشه تاریخ، مجال آه نداریم تا چه پیش آید. کسی به صدق علم را به دوش خود نکشید، سپاه سایه سواریم تا چه پیش آید.
روان نبود در این سالهای نحس که دست به روی دست گذاریم تا چه پیش آید. خزان گرفته ترین است این بهار کبود که داغدار بهاری تا چه پیش آید. نشسته ایم با امید دیگران نوشا ز خود اراده نداریم تا چه پیش آید. درود بر شما. بنده رو معاف کنید، کافیست همین غزل، وقت شما رو بیشتر نگیرم. نه، یه شعر دیگه هم داشتی؟ شعر دارم زیاد، قصدم هم زیاد بود. نه، گفتم یه اون شعر دیگری که داشتی گفتم حالا که اومدی اون یکی رو هم بخون. چشم، پس شما بخونیم شعری رو که میخونم با نام ماهی کوچک من. خب طبیعتا من در این شعر حرفی و پیامی داشتم. این چهار پاره است. اید آمد ز راه و با هر گام شاخه ها را جوانه بر لب کاشت. همه دیدند از چمن تا دشت که چه با ناز گام بر می داشت. بر تنش جامه ز مخمل سبز، سینه ریزی ز در و مروارید. دیدمش کودکانه می خندید. کفش ها از بلور بارفتن، گل و منگوله به دنبالش، تاج رنگین کمان، ستاره نشان، پری از نور در پر شالش. هر کجا گام می نهاد به ناز، سنبل و گل برمغان می داد. شاخه ها را شکوفه می بخشید، خشک ها را دوباره جان می داد. عید با کولباری از شادی آمد و پای هفت سین بنشست. گربه دل سیاه چشم سفید، ماهی سرخ را کمین بنشست. ماهی مست بی خبر در تنگ رقص می کرد یا شنا می کرد. نه ز بیگانه بیم در دل داشت، نه نظر سوی آشنا می کرد. ناگهان گربه چنگ زد چابک، واژگون کرد تنگ و ماهی خورد. تا به آبی رسانمش، دیدم ماهی کوچک قشنگم مرد. من همون ماهیم که گربه بخت چنگ تا چنگ در کمین من است. تا زنی دست خود به هم بینی، گربه انداخت چنگ و تنگ شکست. با بهاری که میرسد گفتا، گل به گل خانه را بیاراییم. گفتم ای کاش خانه دل را میشد از خار و خس بیاراییم. گفتم ای کاش خانه دل را میشد از خار و خس بپیراییم. عید شد باز و باز سالی را دور از آشیانه سر کردیم. کاش میشد که چون پرستوها با بهاران به خانه برگردیم. آفرین. با بهاران به خانه برگردیم. آفرین. درود بر شما. یک جهان سپاس از اینکه وقت گرانبهاتو دادی به ما. به کارت برس و تا دیدار دیگر. سالتون خوش. خدا نگهدار. متشکرم. از پشت اون دوربین میتونین چشم بریم. خب بینندگان ارجمند، این بار برخی از شنوندگان که بی ذوق هم نیستند و چامه های جالبی فرستادند، بجز پرسش ها یکی دو مورد دیگری رو با شعر گفتن برای من. من وقتی شعرها رو خوندم دیدم واقعا این که میگن هر ایرانی طبع شعر داره، حالا یکی خیلی متبحر و
چیره در کار خودش هست و مثل مهدی زکایی نوشا نکته ها رو بسیار دقیق میبینه و لغت های جالب به کار میبره. یکم طبع شعرش اصلا خوبه. این دوست ارجمند وقتی فرستاده بود این نامه رو، من از روی آدرسش و ایمیلی که داخل داده بود ازش پرسیدم که این شعر رو من ممکنه بخونم در تلویزیون. گفت خواهش میکنم، اشکالی نداره، اختیار دارید، ولی نام من رو نگید، ما هم نام رو نمیگیم. میگه ما، این دوست من میگه با شهر عرب، با شهر عرب، بحر عرب کار نداری، با سال قمر، ماه رجب کار نداریم. ما گردش سال از خط خورشید گرفتیم، با ظلمت و تاریکی شب کار نداریم. شیر شتر و روی عرب چند توان دید، شیر شتر و روی عرب چند توان دید، با چهره منحوس عرب کار نداری. هرچند که ما در پی گمگشته خیشیم، با بصره و بغداد و حلب کار نداری. ما طالب صلحیم، ما طالب صلحیم و طرفدار حقیقت، با جنگ فلسطین جلب کار نداری. ما طبق سند ریشه در آن خاک دواندیم. او البته نمیشه ریشه در این خاک، نشون میده که از ایران این رو فرستاده. ما طبق سند ریشه در این خاک دواندیم، با آدم بی اصل و نسب کار نداریم. هر جا نبود شعر و ادب رو ننماییم، با مجلس آریز ادب کار نداری. تاج سر ما سایه ارباب ریا نیست، با هیچ بجز مهر وطن کار نداری. عرض کنم سرور کوروش ایرانی، امیدواریم که این برنامه رو گوش بده، چون من در فیسبوکم و در سایتم گفتم که پرسشاتون رو همه رو پاسخ میدم، ولی در برنامه در پهنه بیکران زبان فارسی روزهای آدینه از تلویزیون پارس. بنابراین امیدوارم سرور کوروش ایرانی این پاسخ پرسش شد در اینجا بشنوه و ببینه. سرور، چند پرسش داشتید که به انگیزه فشار کار نتوانسته بودم پاسخ آن را درباره سماق به شما بدم. یعنی 7 پرسش کرده بود راجع به همه چی و یکشم راجع به سماق بود. من چون همه رو تلفنی داشت شرط میزد پاسخ شو دادم، این سماق رو فراموش کردم. بعد ایمیل بر من زده که درباره سماق جواب ندادید به من، بعد متوجه شده بوده. خیلی خوب، حالا من در مورد سماق براتون توضیح میدم. سماق یکی از 7 سین هاست. من گفتم که هر یک از سین های 7 سین نماد یکی از فرشتگان یا ابر فرشتگانی است که به نام سپنتا نامیده میشن و اینا همکاران اهورامزدا هستند. سماق نماد فرشته وهومنه، یعنی همون فرشته بهمن، و نماد باران و باروری کشتار هاست. برای اینکه دیگر شنوندگان هم متوجه بشن که بقیه این، یعنی 6 سین دیگر نماد کدام فرشته هاست، همه رو براتون باز توضیح میدم. سیر نماد اهورامزداست، یعنی آفریننده نیکی های جهان، و این
شش تا ابرفرشته دیگر یاوران و همکاران اهورامزدا هستند که یکیش فرشته وحومن بود که نمادش هم سماقه. به همین دلیل شما حتی در فیلم های اروپایی و امریکایی میبینید که اون فیلم خفاش رو میدید، دراکولا رو وقتی نشون میداد، دراکولا از سیر میترسید چون سیر نماد اهورامزدا بود. در ضمن در اسپانیا و در ایتالیا من دیدم بسیاری از فروشگاه ها و گهگاه خانه ها یک رشته بافته سیر به در اون فروشگاه آویزون میکردن و اونها هم دارای این باور بودن که ممکنه این جلوی خرابکاری های اهریمن و شیطان رو بگیره. پس این نماد اهورامزداست. ضمناً در رشت و مازندران خودمون هم این بافت سیر رو من دیدم که جلوی فروشگاه ها آویزان میکنن. سبزه نماد فرشته اردیبهشت، سیب نماد فرشته سپندارمز یعنی فرشته زنه و هنوز هم در ایران و اروپا سیب رو نماد زن میدونن و حتی زنی که شوهر اختیار کرده سیب گاز زده نشونش میدن و این فرشته زنه، یعنی نماد پرستاری و تیمار و فروتنیه. این صفتی است که زنان در سراسر جهان به ویژه زنان ایرانی دارن. سنجد نماد فرشته خرداده، نمودار پاکی و روشنی است. سرکه نماد فرشته امرداده، نماد جاودانگی است، برای اینکه در امرداد گندم ببخشید انگور میرسه و ازش سرکه میسازن. سمنو نماد فرشته شهریوره و نماد خاروباره و همون ماه شهریوره که خوشه های گندم بارور میشه و اونها رو درو میکنن. و سماق رو هم که گفتم، امیدوارم دیگه این دفعه گله ای نکرده باشن و سماق رو هم شنیده باشن که براشون گفتم. اما سرور فریدون سقا یه مچگیری خواسته از من بکنه. البته کارش درسته، یعنی نشون داده که دقیقاً گوش داده سخنها رو و گرفته اون چیزی که من میخواستم. من گفتم که پنج صفت این سینها باید داشته باشن تا هفت سین رسمی سپنتاها باشن. این پنج صفت رو بارها و بارها و بارها گفتم. یک، نامشون فارسی باشه. دو، با بندواژه سین شروع بشه. سه، ریشه گیاهی داشته باشه. بر این پایه سیخ و سماور و سپایه و اینها روی سفره هفت سین جز هفت سین نمیتونه باشه. و چهار، خوردنی باشن. سنبول به دو دلیل نباید جزء هفت سین ما باشه. یک، واژه تازیه، پارسیش میشه خوشه، به دلیل اینکه این گل شبیه خوشه است، سنبول بهش میگن و عربیه تازیه. و پنجمین صفت اینجا رو سرور کوروش ایرانی نیک بنگرن به این نکته، پنجمیش این بود که نام ترکیبی نباشه. خوب دقت کنید، نام ترکیبی نباشه، یعنی شما نمیتونید سبزی پلو رو بذارید توی هفت سین ها و بگید که خب سبزی که سین داره دیگه. نه، اون سبزی پلوست، ترکیبیه. نام های هفت سین باید نام های تک یک پارچه باشه.
بر این پایه شما نمیتونید سیر ترشی، سبزی پلو، سیب زمینی و اینها رو بذارید. سیب رو میذارید دیگه، سیب زمینی رو که نمیتونید بذارید که، اونم که سینه. این دوست ارجمند ما، یعنی ببخشید اینو سرکار سرور کوروش ایرانی نگفته، سرور فریدون سقا گفته. سرور فریدون سقا میپرسه میخواستم ببینم سکنجبین که واژه ایرانی است و با سین هم نوشته میشود جزء سین هشتم هست یا نه، چون شما گفتید که محال هشتمی رو پیدا کنید، ولی این هم فارسی است و هم با سین نوشته. درسته، اما پنجمین صفت رو نداره. سکنجبین اسم ترکیبیه، در حقیقت سرکه انگبین بوده، یعنی ایرانی ها بخشی سرکه رو و بخشی عسل رو قاطی میکردن، گرمش میکردن، میجوشوندن، آب قاطیش میکردن، همیشه سرکه انگبین رو درست میکردن. سرکنگبین هم بهش میگفتن، یعنی به جای سرکه انگبین سرکنگبین هم میگفتن. ولی دو تا واژه است ترکیبیه، این دوتا، این دوتایی که ترکیبیه جزو صفت پنج، یعنی منع پنجم قرار میگیره و جزو نامهای مفرد و نامهای ساده یعنی غیر ترکیبی نیستش. در ضمن انگبین فارسیه ولی اصل تازیه. سرکرم که آوردید، پس دیگه دوباره سرکنگبین نمیتونید بیارید، یا سرکه انگبین نمیتونی بیاری، یا سکنجبین نمیتونی بیاری، این همون سرکه است. میبینید که باز هفتمی هشتمی رو نتوانستید پیدا کنید، هشتمی ندارند. این پاسخ دوستان ارجمند من. و اما سرور میم جیم و ایشون چون نخواستن اسمشون رو بگن، من نزدیک بود از اسمش از دهانم بپره، سرور میمجین پرسیدن واژه زرس قاطع. زرس قاطع خیلی اسم عجیبیه ها، ولی به خصوص در دادگستری خیلی به کار میره. ایشو پرسیدن واژه زرس قاطع نخست چگونه نوشته میشود، دوم آیا پارسی است یا تازی، و سوم یعنی چه. پاسخ: واژه شکل واژه نشون میده این واژه تازی است، چون هم ذاتش تازی، حرف ذات، هم قافش تازی، هم تینش تازی، هم عینش تازی. بنابراین هم چهار حرف از یا پنج حرف از این واژه تازیه، پس این واژه تازیه. و چطور نوشته میشه؟ ذات و ر و سین، قاف و الف، تین و عین، این دیگه روشنه. اما یعنی چه؟ زرس یعنی دندان در زبان تازی، بنابراین دندانه های دژها رو میگفتن مزرس، مزرس یعنی دندانه ای. قاطع هم یعنی برنده. ایشون گفتن که آیا به معنای قطعاً و بیچون و چرا نیست؟ نه، به نام چون و چرا نیست، ولی در کاربرد اون معنا به کار میره. یعنی ما وقتی میگیم به زرس قاطع یعنی مطمئنن و قطعاً و بیچون و چرا، این درسته، این معنی برآورد از اون میشه، ولی این معنی رو نمیده. زرس قاطع یعنی دندان برنده، دندان برنده. ایشون اصرار زیادی داشتن که بله من با یه وکیل وزیر، ببخشید، قاضی دادگستری صحبت کردم، گفته زرس قاطع نمیتونم، یعنی بهشت فلان میشه. گفتم اون، ببخشید، اون چون اسمشو نیاوردی میگم، این قاضی بسیار بی سواد بوده، زرس قاطع بی برو برگرد، یم داره بحث میکنه. گفتم دوست ارجمند یه لحظه گوشی تلفن رو نگه دار، من براتون الان المنجد رو میارم. المنجد در حقیقت
کتاب مثل واژه‌نامه ده خدای ما که همه چی درشه، اونم برای عرب ها هست اینطور، و اونجا تازه میگه که این ریشه فارسی داره یا نداره هر لغتی رو. گشتم پیدا کردم دیدم دقیقا میگه زرس قاطعه یعنی دندان برنده، و تازی هم هست مثلا تو المنجد هست دیگه معلومه تازی. به هر روی اینم پاسخ سروری میم جیم. ساعت بله من یک شعر جالبی رو شاعر گرامی واله از اورنج کانتی برام فرستاده، بسیار زیبا فرستاده، براتون میخونم. میگه چهره بکشا چهره بکشا بهار آمده است، چهره بکشا بهار آمده است، بهجت روزگار آمده است، عطر و عود و گلاب آورده است، با گل و سبززار آمده است. عید نوروز را گرامی دار، عید نوروز را گرامی دار، که بهین یادگار آمده است، بهترین هدیه نیاکان است، با بسی افتخار آمده است. پر خود باز کن، پر خود باز کرد پروانه، پر خود باز کرد پروانه، سوی گل بیقرار آمده است، با دلی پر ز شور واله عشق به هوای نگار آمده است. عید نوروز را گرامی دار، که به این روزگار آمده است. از دوست ارجمندم مهندس سپهر خواهش میکنم آگهی رو پخش کنن. پس از آگهی پاسخهای تلفنی همیهنان ارجمند رو خواهیم داد. شب و روزتون فعلا، تا بعد از آگهی ها خوش. یک ملت را دو ستون استوار میتواند بر سر پا نگه دارد: فرهنگ و آیین‌های ملی، تاریخ و قهرمانان دلاور او که راهگشای مردم به سوی آینده هستند. استاد ناصر انقطاع در درازای 24 سال کوشش‌های فرهنگی و سیاسی خود در آمریکا دست به چاپ و پخش 20 جلد کتاب در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و تاریخی زده است تا هممیهنان خود را به پیشینه نازش آفرین خیش آگاه کند. پژوهشی درباره هفت سین، جشن‌های ایرانی و ریشه آنها، روزهای آوارگی، زندگی پرفراز و فرود نادرشاه، 50 سال تاریخ کنونی ایران، طوفان زرد، تک و تاخت مغول به ایران، امیر کبیر، مرد بزرگ تاریخ ایران، در ژرفای واژه‌ها و شناخت زبان پارسی، شیر و خورشید، نشان 3000 ساله، بابک، ابرقهرمان جاودانه ایران، حافظ و کیش مهر، شیر گریان، یعقوب لیث، مرد برتر تاریخ ایران. تلفن سفارش کتاب 661-254-8757. خب همکنون تلفن استودیو روی پرده تلویزیون هست، 818-342-30-31. بنابراین کسانی که پیشنهادی دارن، پرسشی دارن، نظری دارن، میتونن بگن تا
اینها بخوام همه اومدن رو خط. الان بفرمایید آقای دکتر امخوتا. درود بر شما قربان. درود بر شما قربان. آقای دکتر من سه تا سوال ازتون دارم لطفاً. هستم دو تاشو میتونم رو تلویزیون بگم، یکشم اجازه بدید بعد که برنامه‌تون تموم شد به استودیو تلفن کنم یا به سلفونتون؟ نه به استودیو تلفن کنی. بله خب دو تا سوالی که میتونم انجام بکنم اینه که یکی لغت پالوده است با فالوده. بله. که این کدومش درسته؟ مگه تو شیراز میگن پالوده؟ بله. میگن فالوده. بله. بعد این از لغت پالوده است. خب میگم براتون پاسخ اون یکی رو هم بگید دو تا رو با هم پاسخ میدم. یکی دیگه هم لغت جب، جب که یعنی ترس، وقت ترسو میشه جبون یا جبان؟ نه نفهمیدم. جفت؟ جبنه. آه جبنه به معنی ترس. بله عربیمون. بله بله اون. وقتی لغت جبون درسته؟ حالا بقیه شو ببینید، یه چیز دیگه گفتی ترس و اون یکی یه چیز دیگه پرسه. جبون یعنی که جبون که بینید جبن یعنی ترس، جبون یعنی ترسو. ترسو. وقتی جبونه یا جبانه؟ نه جبونه، جبونه، جبونه. پس وقت ولی من وقتی که برای من میبرد میگفت این جبانه و جمعش هم میشه جبنا. نه شما میفهمون جبونه پس جبون درسته ها؟ بله جبونه و همه جا جبون میگن. اگر هم تو اون عربی های آب نکشیده قبل از حمله عرب به اینجا اونا جبان و نمیدونم جبن و فلان بگن، اونا به ایران نیومده اون لغت. بعضی از این ساخت های عربی به ایران نیومده. مثلا ببینید سهم به معنی بهره. بله. سهم به معنی بهره. ما ایرانی ها میگیم سهام، عربیش میشه سهام، چون عربا سهام هم میگن، ولی اسهم هم میگن اونا. بله. اسهم یعنی سهام، ما نمیگیم. ما اگه ایرانی ها بگن اسهمیش که نمیفهمی یعنی چی. درسته. ولی پس اون خوب شعر خانم پروین اعتصامی میگه راجب سگ و گرگ که میگه هراس نیست مرا هیچ کس نه حمله گرگ، هراس کم دیده بره جبان دارم. خب میگم دفته؟ میگم بله ایشون هم اومده، من نمیگم غلطه، ما به کار نمیبری. آه بله. جبون معمولا به کار برده میشه، مثل همون اسهم که گفتم جمع سهامه. شما به 90% حتی ادیبان هم بگید اسهم یعنی چی میگن ما نمیدونیم. بله. ولی اسم. اما میگیم پالوده و فالوده. بله. پاسخ شما این نیست که سفید درسته یا سپید؟ فیل درسته یا پیل؟ بله. ببینید اصل این فارسیه. بله. پالوده است. پالوده یعنی تمیز شده، پاک شده. بله. به اصطلاح از همه صافی ها گذشته. بله بله. عرب په نداشته گفته فالوده. ایرانی ها برای اینکه هم ف داشتن هم په زیاد سخت نگرفتن، یعنی الان همه ایرانی ها میگن سفید. بله. یا همه ایرانی ها میگن فیل. بله. در صورت که اصل و ریشش پیله و سپید، ولی چون پیل و سپید هر دوش با فیل و سپید فرقی نمی کنه، ما با بندواژه ف و بندواژه پ رو در هر دو گویش داریم، اون رو به کار میبریم. ولی فرق مثل پیروز و فیروز، این حاجی فیروز در حقیقت این حاجی پیروزه، منتها چون عرب و ف گفتن و از اول هم اینا رو از راه عربستان وارد ایران میکردن، ایرانی ها به هر عربی میگفتن حاجی، این بدبخت های بردگان و غلام ها رو حاجی فیروز گفتن. بله. فیروز و الباس و فلان اینا. بنابراین پالوده و فالوده فرقی نداره، ولی درستش یعنی ریشش پالوده است. پالوده است. بله. بعد از که بلافاصله برنامه‌تون تموم شد تلفن کنم خدمتتون. بله بلافاصله، چون برای اینکه بسیاری تلفن میکنن، شما حداقل اونجا رو نوبت توی این شماره های تلفنی قرار بگیرید که زیاد معطل نشید. بله خیلی متشکرم، خیلی ممنون از دوست. خواهش میکنم، خدا نگهدار. الو بفرمایید. الو بفرمایید خانم. من میخواستم به انقطاع صحبت کنم. من انقطاع هستم، بفرمایید. آقای انقطاع شما راجع به تفسیر صحبت کردید، من میخواستم که یک شعری
از گلچین گیلانی بخونم که برای حفظ گفت. بله بفرمایید خانم. صدای من داره پخش میشه؟ بله، مگه به تلویزیون ندارید؟ داریم، ولی آخه همیشه میگید که تلویزیون. بله خب تلویزیون رو ببندید، اونایی که یواش گوش میدن میبینن صدای شما داره پخش میشه. بله. به یاد تو ای میهن دور دست، این بی باد مست. ببخشید قطع شد صدا، نفهمیدم. به یاد تو ای میهن دور دست چی؟ به نوروز هستیم بی باد مست. آها. به یاد تو مستی به ما میدهد، می ناوی هستی به ما میدهد. اگر دور هستیم از آن بهشت، کسی نیست جز سرنوشت. یکی باز چوندان ما را کشاند، بر این خاک بیگانه ما را نشاند. به ناچار ما ریشه اینجا زنیم، ولی ما همان دانه میهنیم. به یاد تو ای میهن دور دست، به نامت که نیروی دشمن شکست. تو هرگز نگردی فراموشمان، سرود تو پیوسته در گوشمان. به ما مهر را بوست یاد داد، گر می رود مهر مادر زیاد. به یاد تو ای میهن نازنین، نشستیم پهلوی این هفت سین. به هر سین سرودیست از باستان، به هر سیب و هر سیر صد داستان. به سنگک نشانی ز نیروی تن، به سبزه روان شکوه چمن. به سنجد گل روی پیروز تو، به سنبل سپهر دل افروز تو. در این سرکه من و دوستان، ز هجر تو ای میهن مهربان، ز هجر تو ای میهن مهربان. سپاسگزارم سرکار خانم. ولی یه نکته من در اینجا میبینم، این آقای کی شاعر معروفی هم هست؟ این آقای مجددین میرفخراییه که ایشون پزشک بود، گیلانی بود، تخلصش گلچین گیلانی و بله گلچین گیلانی، یه وطن رنج میبود. ایشون شعر بسیار زیبایی سرودن، ولی هفت سین ها رو اشتباه گفتن. شاید برای که دور بودن از ایران دیگه. بله ببینید سنبل عربیه، بعد از سیب و سیر چیه؟ چه اسمی رو بردن؟ کدوم سین رو بردن؟ به هر سین سرودی است از باستان، به هر سیب و هر سیر داستان. خب بعدش بله بعدش جازه بدید. به سنگک نشانی زنیمی تن، به سبزه بله. روان شکوه چمن. خیلی ممنون. ببینید سنگک اصلا خنده داره. سنگک نان سنگکه، خودش اسمش سنگک نیست، نان سنگک، پس حرفش نونه نه سین. بله ولی بله خب ایشون بیشتر این جنبه احساسی این شعر مهمه. ایشون سماق رو نگفتن، سمنورم نگفتن، به جاش سنبول رو گفتند و سنگک. ولی شعر بسیار محکم، بسیار زیبا، بسیار پر احساس بود و ای کاش این رو آدمی که اینقدر زیبا شعر میگه و اینقدر پر احساس، یه تحقیقی میکردن و نامهای اصلی هفت سین رو میآوردن. بر روی از شما بسیار سپاسگزارم که ما رو در لطف این شعر سهیم کردی. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. خب الو بفرمایید. رفت. دوستان زیاد حوصله چیز تنها موندن رو و صبر کردن رو نداشتن. خب میپردازیم به مسئله ضرب المثل ها. یه مقداری میخوایم راجع به این ضرب المثل ها و زبان زد ها سخن بگیم.
که بدبختانه تو این پیداش کرده بودم، ولی وقتی گوش میدادم به سخنان سرکار خانوم اون گم شد تو این همه کاغذ. یه شعری از پویا دارم، این هم زبانه. یکی آمد روی خط، اجازه بدی. الو بفرمایید. الو خواهش می‌کنم، منظور رو بفرمایید. درود بر شما قربان. بفرمایید جناب حکیمی. جناب دکتر نرات، درود بر شما. درود بر شما قربان. درود بر شما، خوشحالی باش. امیدوارم که سالهای زیادی سلامت و خوب باشی تا ما بتونیم از گفتارهای شما بیشتر لذت ببریم. خیلی سپاسگزارم. بینندگان و بینندگان یه تقاضایی داشتم که من داشتم یک چند کلمه با آقای دکتر نرات صحبت کردم. شما به جای این همه زنگایی که میزنید لااقل از ایشون حمایت بکنید. الان نوروز تا آخر ماه فروردین هم نوروز حساب میشه. از این کتابهایی که ایشون شبانه روز زحمت کشیدن، آثاری از تاریخ ایران کهن رو گذاشتن، اونهایی که به پرچم شیر خورشید هنوز پایبند هستن، لااقل کمکی بکنن این کتاب ها به فروش برسون. جناب حکیمی، یک جهان سپاس از مهر و محبت و پشتیبانی شما، ولی خوشبختانه این ملت ثابت کرده که هم کتاب خونه و هم کتاب های خوب رو قبول داره و میخره و بنده واقعا نیازی به این مسئله ندارم که یعنی به این مسئله برسه که کار به این برسه. از استودیو کتاب شما رو که داشتم. بله بله بفرمایید. پنج روز کتاب شما رو داشتم، عید نوروز به دوستان و رفقا هدیه دادم تا مجدده هم برم تهیه بکنم. چه عیدی در دنیا بهتر از کتاب، اونم نوشته آقای دکتر ناصر اقتا. اینطور اشخاص تعدادشون کمتر از انگشتان دستای ما انسان هاست. لطف دارید قربان، لطف دارید، ولی دوستان نهایت مهر و محبت رو به بنده دارن و دوتایی شدوست میکنم با شنوندگان و بینندگانشان. قربون شما، شب و روزتون خوش. شیب در کامتان باد، همیشه زندگی بر کامتان باد، همای نیک وقتی رامتان باد، غم از کاشانه عشق شما دور، شراب زندگی در جامتان باد. آفرین، درود فراوان بر شما آقای اقتا. خیلی مهم. این شعر خودتون گفتید آقای حکیمی؟ دارم یه دو بیتیه دارم به نام محمد جیویان. خب پس چرا نمیاید روی خط اینا رو بگین اینا؟ خب به جای آقای زکایی بنده بیام، ولی کسی نیست بیارم. بفرمایید شما، اینجا این تریبون مال همه است، مال آقایی بود که ما با هم در برنامه شما زیاد شکر کردم، مثل روز مادر در اون رادیو. بله یادمه، یادمه. بله الله که وقت باشه خدمتون، باید افتخار بنده است. قربون شما، شب و روزتون خوش باشه. روزگارتون خوش، اگر مایلید من کتاب براتون میفرستم. خیلی ممنون، خدا نگهدار. قربان شما. الو بفرمایید. من انقطاع هستم، درود بر شما. بفرمایید. روز شما هم خوش. میخواستم یه سوال داشتم در این مورد که آیا سماق یه عربی یا فارسیه؟ نه، همین اتفاقا بسیار پرسش خوبیه. سماق از فعل سمیدن میاد. سمیدن در زبان فارسی سنبیدن و سوئیدن و سائیدن، یعنی یه چیزی رو بسابانن. میگید که به عامیانه میگن ساباندن، با ب میگن، ولی سائیدن دو تا یه است. سنبیدن هم همونه، سمیدن هم همونه. چرا به اون پنجه اسب و الاغ میگن سم؟ برای اینکه با زمین سائیده میشه، به همین دلیل سمیدن میگه. اون وقت اسم فاعلش میشه سماک، کاف داره.
یعنی سماک میگفتیم. بله ما در قدیم سماک، انگلیس هم از ما گرفتن سماک میگن هنوزم، ولی ما معربش کردیم. یعنی عرب ها آمدن و ما ایرانی های عرب گرای اومدیم اینو کردیم سماق با قاف همونم. من گفتم حالا که ما کردیم سماق و به گوش همه سماق آشناست، دست کم با غین بنویسید، چون غین فارسیه. بله بله غین از واژه بله از زبانهای مشترکه، یعنی از واژه ها، بند واژه ها، حروف مشترک میان فارسی و تازیه، مثل دال، زال، ر، ز، سین، شین، لام، میم، اینا همه مشترکه تو هر کدوم. مثلا شما میگید بسم الله، بسم الله یک سره عربیه ولی تمام بند واژه هاش مشترکه، ب و سین و میم و الف و لام و لام و ه مشترکه. بنابراین اینم چون غین مشترک میان فارسی و تازی، مثل پیغام، مثل قنچه، مثل آغاز، اینا همه فارسیه دیگه، بنابراین میشه در اونجا ازش استفاده کرد. متشکرم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. الو بفرمایید. خب از اتاق فرمان ساعت رو میگم 3 دقیقه مونده. الو بفرمایید. سلام علیکم. درود بر شما جناب آقای انقطاع. جانم این شعر میخونم، فقط مون این شعر که از نظر قافیه اینا درست یا درست نیست، فقط بفرمایید که من بکنم این کار ادامه بدم. خواهش میکنم. قدح و باده برارید که هنگام نشاط است، خبر باد سحر مژده نوروز و بهار است. از تلویزیون منتظرم. متشکرم از دست شما. نه گوشی دستون باشه. این که پایان دوتا شعر اصلا با هم نخورد. اینجا شما میگید نشاط است، اونجا میگید چی؟ قدح و باده بیارید که هنگام نشاط است، بعدش چی میگه؟ قد کردم. خب نه قربان، این شعرتون وزن و قافیه و ردیفش کاملا جور نبود. باید ببینید میگه، حالا من یه دونه میخونم از این شعرها، هر کدوم که بیاد بیدون. نیم سنگ فلاخن لیک دارم بخت ناشادی، که بر دور سر هر کس که گردم دورم اندازد. چقدر لطیفه. میگه من سنگ فلاخن، سنگ قلاب سنگ نیستم، ولی بر گرد سر هر کسی میگردم مثل اون سنگ قلاب سنگ، منو دور میندازه میرمونه. این صاحب گفته. این هم لطافت شعری داره و هم وزن و چیزش درست، معناش هم درست. به هر روی من معتقدم ادامه بدید به این کار، حتما پیشرفت میکنید. الو بفرمایید. الو 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 بله بفرمایید. ممکنی با جناب دکتر من انقطاع هستم، بفرمایید. بله ریگی، امان الله ریگی. بله جناب ریگی بفرمایید. تلویزیونتونم یواش کنی، تلویزیون یواش کنی، آقای ریگی فوری هم صحبت کنی. جانم آقا تلویزیونتون یواش کنید. آقای من تلویزیون جور نگاره. جناب دکتر من در زبان بلوچی، بلوچی میدونید زبان چیز پهلوی ساسانیه، و در زبان بلوچی بیشتر لغات فارسی اصله، فارسی است و عربی خیلی کم، یعنی نیست تقریبا توش. در من میخواستم در کلیل و دمنه، من کلمه اسپوستو دیدم، همون بلوچی هم هم به همین اسم هست، لغتی به این اسم هست، خواستم این معنیش چیه. من والا اصلا زبان دانشی رو تا حالا نشنیدم، نمیدونم چیه. صدای شما هم از تلویزیون قاطی شده، هرچی هم عرض کردم صداتون رو
عوض کنید و الان هم صدای من داره میاد، بنابراین با پوزش فراوان قطع میکنم. زمانی که به من تلفن میکنید تلویزیونتون رو یواش کنید در اتاق دیگر. خدا نگهدار. بینندگان ارجمند، زمان ما در اینجا به پایان رسید. آقای مهندس سپر اقلام 2 دقیقه است واژه پایان رو گذاشته جلوی مانیتور من و ما داریم حرف میزنیم. امیدوارم تندرست و شادکام باشید. تا درودی دیگر، بدرود و همون نیایش همیشگی، ایران تو بمان که نور خورشید آید، که نور امید آید در نیمه شب، فروغ خورشید آید. تاریخ اگر دوباره تکرار شود، تازی به طواف تخت جمشید آید. روز روزگار بر شما خوش. تا درودی دیگر بدرود و پاینده ایران.